يسار واستخف يمين لكم هك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والطحالب تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در درس قبلي در رابطه با ادله عصمت با هم بحث می‌کردیم. ادله عقلیه و نقلیه عصمت از قرآن کریم و از روایات محضر شما عزیزان مطرح شد و سپس در پایان بحث به یک سلسله اشکالاتی که در حوزه عصمت انبیاء علیهم السلام مطرح شده اند اشاره گردید و جواب اجمالی آن مطرح شد. در این درس در رابطه با راه‌های اثبات نبوت صحبت می‌شود. مقام نبوت مقامی بس بالای است، مقام پیغمبری مقامی ارجمند است که ممکن است مورد دستبرد فرصت طلبان قرار بگیرد. انسان‌های بی‌تعهد با ذکاوت خاصی ممکن است که مقام نبوت را ادعا بکنند. برای اینکه پیغمبر واقعی از غیر واقعی تشخیص داده شود، برای اینکه به راستی ادعای پیغمبر پی ببریم، علمای کلام معمولا سه راه را مطرح میکنند. اولین راهی که مطرح می شود عبارت است از قرائن اطمینان بخش. قرائن اطمینان بخش مثل محتوای دعوت شخص ادعا کننده، مثل سابقه زندگی شخص و مثل خصوصیت‌های اخلاقی طرف. بالاخره کسی که ادعای پیغمبری میکند و ادعا دارد که از طرف خداوند برای هدایت انسان‌ها آمده است، باید واجد یک سلسله خصوصیات باشه. باید پیام دعوت او برخلاف فطرت انسان و عقل سلیم نباشد و باید در سابقه زندگی او ضعف‌های خاص مشاهده نشود. این اولین راه است. دومین راهی که اینجا مطرح کرده اند عبارت است از معرفی پیامبر پیشین. اگر پیغمبری در قبل به اثبات رسیده است و همه معتقدند که او پیغمبر برحق است، پیغمبر برحق اگر خبر بدهد که بعد از من کسی به عنوان پیغمبری با فلان خصوصیت می آید و برای ما احراز شود که شخص ادعا کننده همون فرد است، از این راه هم می توان پی به پیغمبری شخص برد. سومین راهی که مطرح کرده اند عبارت است از راه معجزه. هر که ادعای پیغمبری می کند اگر راه اول و دوم در دسترس نباشد، از طریق معجزه می توان پی به صداقت و درستی گفتار او برد. در خصوص معجزه با توجه به اینکه مقدار نیازمند به بحث هستیم،
لذا کوشش می شود که معنا و مفهوم معجزه در لغت و اصطلاح برای شما عزیزان بیان شود. معجزه اسم فاعل اعجاز از باب افعال هست. در حقیقت یکی از واژه های عربی است که معادل فارسی آن عبارت است از ناتوان یافتن یا ناتوان ساختن کسی. وقتی به معاجم لغت مراجعه می شود مثل لسان العرب در ذیل ماده عجزه، می بینیم که در معنای معجزه همین ناتوان ساختن یا ناتوان یافتن را به عنوان معنای این کلمه آورده اند. اما با قطع نظر از معنای لغوی، وقتی به علم کلام مراجعه می شود، وقتی بخواهیم معنای اصطلاحی معجزه را به دست بیاوریم، علمای کلام تعریف‌های زیادی کرده اند. در این میان مشهورترین تعریف بنابر ادعای حضرت آیت الله سبحانی در الهیات جلد 3 صفحه 69 این تعریف هست که امر خارق للعاده مقرون بالتحدی مع عدم المعارضه. پس معجزه اصطلاحی باید این قیود و شرایط را داشته باشند که عبارت است از امری که خارق عادت هست، کار متعارف نیست، با شرایط ظاهری نمیتوان همچه کار انجام داد. به علاوه کسی که این کار را انجام میدهد باید دعوای نبوت داشته باشد. و سومین قیدی که اینجا مطرح میشود، کسی قدرتی بر انجام همچه کاری نداشته باشد. اگر کسی ادعای پیغمبری کرد و سپس برای اثبات مدعای خود معجزه آورد و معجزه اش این قیود را داشته باشد، برای ما ثابت می شود که گوینده و ادعا کننده حرف حق آورده است و در ادعای خود راستی دارد. برای اینکه بحث مقدار روشن می شود و در حقیقت قیود و ارکان این تعریف روشن شود، تک تک این سه قید را به محضر شما عزیزان بیان میکنم. اولین چیزی که مطرح شد این است که معجزه، کاری که به عنوان معجزه مطرح میشود، باید برخلاف عادت باشد، خارق عادت باشد. این که گفتیم معجزه خارق عادت هست، معنایش این نیست که خارق عقل هم باشد، به این معنا کار انجام بدهد که حتی عقل هم باور نکند، مثل این که کاری بکند که نتیجه اش اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین باشد، یا کاری بکند که در عالم ممکنات پدیده بدون علت به وجود بیاید، یعنی قاعده علت و معلول را منکر شود. معجزه هیچ وقت به این معنا نیست. معجزه به این معنا هست که با توجه به اسباب ظاهری و با توجه به شرایط حسی انسان‌های معمولی از انجام همچو کار عاجز هستند. اگر بخواهیم مثال محضر شما عرض کنیم از باب تشبیه معقول به محسوس، مثلا کسی میاد از مرگ کسی دقیقا خبر میدهد و این واقع هم واقع میشود. خب اینجا میبینیم اگر کسی همچو خبر بدهد و خبرش درست هم باشد، بعد از مدت این خبر واقع بشود، این میشود خرق عادت، این میشود برخلاف عادت. ما انسان ها این قدرت را نداریم، این دانش را در اختیار نداریم که از مرگ کسی دقیقا خبر بدهیم. یا مثلا این که درختی یا جسم بزرگی جا به جا بشود بدون هیچ سبب ظاهری، امثال اینها که شما عزیزان میتوانید صدها مثال را برای خارق عادت در نظر بگیرید. بنابراین اولین رکن و اولین قیدی که در معجزه مطرح می شود این نکته هست که معجزه باید خارق عادت باشد. در خصوص کار خارق عادت اگر بخواهیم توضیح بیشتر بدهیم، پدیده هایی که در عالم ما و شما واقع می شود دو دسته هستند. گاهی امور عادی هستند با علل و اسباب و شرایط طبیعی واقع می شود، اینها که جای حرف ندارند.
اما یک دسته کارهایی داریم که برعکس دسته اول هست، کار است خارق العاده، که این کار خارق العاده را انسانها در شرایط متعارف و با اسباب طبیعی نمیتوانند محقق کنند. البته خود کار خارق العاده هم بر دو نوع و دو دسته هست. درست هست که معجزه انبیا در همین نوع دوم هست، ولی باز دقت بفرمایید که کارهای خارق العاده بر دو دسته هستند. یک دسته از کارهای خارق العاده قابل آموزش هستند، قابل یادگیری هستند. انسان اگر وقت صرف بکند، زحمت بکشد، میتواند به این اسباب دسترسی پیدا کند، مثل کاری که مرتضان میکنند، مثل کاری که ساحران و کاهنان انجام میدهند، که ممکن است شما یک مرتضی دیگر بیاورید که یک کار به مراتب بالاتر از مرتض اول انجام بدهد. کار مرتض کار خارق العاده است، ولی ممکن است مرتض بعدی کارش خارق العاده تر از مرتض اول باشد. اما یک دسته امور خارق العاده داریم که منوط به اذن خدای سبحان هست، بدون اذن خدا واقع نمی شود، سببش هم دست یافتنی نیست، قابل آموزش نیست و مغلوب هیچ کسی دیگر واقع نمی شود. این می شود همون معجزه. پس معجزه در معنای اصطلاحی اش وقتی می گوییم کار خارق العاده هست، به این معناست که هیچ انسان دیگر نمی تواند آن را یاد بگیرد و انجام بدهد، و در مقام تحدی و مبارزه هیچ انسان دیگری نمیتواند انبیا را در عرصه اعجاز مغلوب خود بسازند. این اولین قیدی است که در عرصه کار خارق العاده ای که کار انبیا است مطرح می شود. دومین نکته ای که اینجا قابل طرح است، دعوای نبوت هست. اگر کسی کار خارق العاده ای انجام داد که به هیچ عنوان قابل آموزش نیست، به هیچ عنوان قابل دست یافتن نیست، ادعای نبوت هم کرد، ادعا کرد که من پیغمبرم، از طرف خدا برای شما پیام دارم، در این صورت است که معجزه محقق شده است و سبب می شود که انسان یقین کند این شخص فرستاده خدای سبحان است. لذا همینجا من باید این نکته را عرض کنم که در خصوص کارهای خارق العاده، اگر کسی کار خارق العاده انجام داد ولی دعوای نبوت نداشت، مثل بسیاری از کراماتی که واقع می شود، مثل آنچه که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن کریم داریم، موارد از این قبیل، اینها خارق عادت هستند، شبیه معجزه هستند. ولی با توجه به اینکه آورنده این کار ادعای نبوت ندارد، نمیتواند معجزه باشد. پس همیشه معجزه توأم و همراهی با دعوای نبوت هست. نتیجه بحث این می شود که در معجزه، آورنده معجزه هیچ وقت مغلوب نمی شود، همیشه ادعای نبوت دارد. کار خارق العاده ای که هم انجام می دهد، این کار قابل آموزش و تعلم برای هیچ یکی از افراد بشر نیست. اگر مجموعه این خصوصیات باشد، این می شود همون معجزه اصطلاحی، اون معجزه ای که بر اساس اون میتوان نسبت به آورنده ایمان آورد. اما اینکه آورنده معجزه چجور میتواند راست گفتار باشد، چی ملازمه هست میان معجزه و صحت ادعا، انشاءالله در ادامه همین درس محضر شما مطرح میکنم. یکی دیگر از بحث ها در حوزه اعجاز این نکته هست که اصولا فاعل و کننده معجزه آیا خدای سبحان هست یا نه شخص پیغمبر. این یک از سوالهای بسیار مهم هست. حقیقت این هست که معجزه از جهت کیفیت صدور
و از جهت نوع خود فعل هیچ گونه فرق و تفاوتی با بقیه افعال ندارد. در سایر افعال، عزیزانی که در ابحاث گذشته همراه این سلسله درست بوده باشند، ما گفتیم توحید در خالقیت عام هست. در این عالم آنچه که از پدیده ها واقع می شود، هر آنچه که از کارها محقق می گردد، به یک معنا فعل خدای سبحان هست و به یک معنا فعل کننده کار کسی که مباشر اون هست. این قاعده در عرصه اعجاز هم میاد. فعلی که به عنوان معجزه واقع می شود هم فعل پیغمبر است، پیغمبر این کار را انجام می دهد و هم فعل خدای سبحان هست. منتها در عرصه اعجاز علاوه بر خلقت عام خداوند و خالقیت عام خداوند، اذن خاص هم لازم هست. این خصوصیت و این اذن خاص نه تنها فعالیت خداوند را نفی نمی کند، بلکه فاعلیت مطلقه خداوند را عمومیت بیشتر می بخشد. وقتی قرآن کریم را مثلا سوره مبارکه رعد آیه 38 را ببینیم، قرآن می فرماید و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا بإذن الله لكل اجل کتاب. هیچ پیغمبری بدون اجازه خدای سبحان نمیتواند معجزه‌ای بیاورد یا دست به اعجاز بزند. بنابراین علاوه بر مشیت عام الهی، علاوه بر خالقیت عام خداوند، اذن خصوصی در عرصه معجزه لازم هست. بعد وقتی که آیات مربوط به حضرت عیسی را میبینیم، در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 و موارد دیگر قرآن، در همین آیه 49 حضرت عیسی میفرماید و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. من هر آنچه را که در خانه ها ذخیره میکنید، هر چرا که شما میخورید، میتوانم برای شما خبر بدهم. پس ببینید اینجا اعجاز را حضرت عیسی به خودش نسبت میدهد. در اون آیه قبلی خدای سبحان به صراحت فرمود که آوردن معجزه منوط و معلق بر اذن خدای سبحان هست. نتیجه بحث این میشود که فاعل کار خارق العاده و فاعل معجزه هم خدای سبحان هست و هم پیغمبر هست. خدا فاعل هست در سطح بالاتر، پیغمبر هم فاعل و کننده این کار هست به عنوان مباشر و به عنوان سبب. نتیجه این می شود که در بحث اعجاز نباید تصور کرد که قاعده علت و معلول تعطیل شده است. نه خیر، قاعده علت و معلول قاعده همگانی هست. در عرصه ممکنات چه کار خارق العاده، چه کار غیر خارق العاده و انواع کارها، خارق العاده هم با تمام اقسام و انواعش تحت پوشش قاعده علت و معلول هست. بنابراین در عرصه ممکنات ولو اینکه کار معجزه باشد، همچنان رابطه سببیت استوار هست. خدای سبحان هم انجام میدهد، مباشر کار هم این کار را محقق میکند. با توجه به همین توضیحات هست که برای شما عزیزان حتما روشن شد. کسان احیانا سوال میکنن که خود معجزه بر خلاف سنت خداوند هست و قرآن در سوره مبارکه اسراء آیه 77 میفرماید ولا تجدوا لسنتنا تحویلا. سنت خدای سبحان، اصولی که خدای سبحان مقرر بکند، قابل تعویض و تبدیل و تغییر نیست. و این نکته در قرآن کریم مکرر تأکید شده است. با توجه به اینکه سنت خدا قابل تغییر نیست و معجزه بر خلاف سنت خداست، چرا اینکه سنت خدای سبحان این است که کارها از مجرای طبعی صورت بگیرد، از مجرای علل حسی خود، علل شناخته شده برای بشر صورت بگیرد. با توجه به اینکه اعجاز بر خلاف سنت خدا هست و سنت خدا تغییر نمی کند، پس نمی توان معجزه را به عنوان یک واقعیت قبول کرد.
جواب این اشکال آن است، این که ما و شما ادعا بکنیم علل عادی، همون عللی که ما انسان‌ها با اون آشنا هستیم و کارهای متعارف بر اساس اونها انجام می‌گیرد، این که کارهای عادی جزء سنت خدا باشد و مصداق سنت خدا باشد ادعای بدون دلیل است، خودش نیازمند اثبات هست. برعکس ما دلیل داریم در قرآن کریم، خود قرآن کریم اعجاز را تأیید میکند. یک سلسله معجزات را به حضرت عیسی علیه السلام، به حضرت موسی علیه السلام و پیغمبران دیگر نسبت میدهد. بنابراین آیات قرآن را باید در کنار هم چید. از مجموع آیات قرآن استفاده می شود که این آیات در صدد این نکته هست که در این عالم بدون علت و معلول چیز واقع نمی شود. اما این که اسباب عادی علل انحصاری باشند، غیر از اینها هیچ علتی دیگر نباشند، هرچی در عالم واقع می شود همین اسباب علل هست، از آیات قابل استفاده نیستند. نتیجه این می شود که بر اساس منطق قرآن کریم و با توجه به آموزه های قرآن کریم براحتی می توان ادعا کرد که خود قرآن کریم علل متکثره و اسباب گوناگون را می پذیرد. در مواردی با علل یک سلسله پدیده ها ما انسان ها آشنا هستیم و در موارد آشنایی نداریم. پیغمبر وقت اعجاز می کند دسترسی به یک سلسله علل دارد که اون علل بالاتر و خارجتر از توان و طاقت ما و شما هست. پس با توجه به این نکاتی که مختصراً بنده عرض کردم، اشکال دومی که اینجا مطرح شد هم قابل پاسخ است. سومین اشکال در عرصه اعجاز که بعضی ها مطرح کردند، و این اشکال هم مثل اشکال قبلی درون دینی هست، یعنی با استفاده از آیات قرآن مطرح شده است. در قرآن کریم آیاتی داریم که ظاهر این آیات این است که مشرکین و مخالفین از رسول خدا درخواست اعجاز میکنند، پیغمبر اکرم انکار میکند. و قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة مباركة أنعام آية 37. این آیه به عنوان نمونه بود. یک دسته از این آیات داریم که مخالفین اصرار بر صدور معجزه دارند، اصرار میکنند که پیغمبر معجزه بیاورد، در حالی که پیغمبر اکرم از این کار ابا میکند. پس خود این آیات دلیل این هست که قرآن کریم معجزه را به رسمیت نمیشناسد، معجزه را راه درست نمیداند و معجزه را به عنوان واقعیت قبول ندارد، و الا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقدامی به آوردن معجزه میکرد. در پاسخ به این سوال میتوان اینجوری جواب داد که بازم با مراجعه به قرآن کریم و آیات دیگر برای انسان این حقیقت کشف میشود که این مخالفین در دعوایشون صداقت نداشتن. دعوا با توجه به عناد و لجاج صورت میگرفت، غیر از کشف حقیقت را مد نظر داشتن. به عبارت دیگر اینها وقت معجزه را میخواستن در صدد راهیابی به حقیقت نبودند. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه انعام آیه 124 میفرماید و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. وقت معجزه را پیغمبر می آورد، کفار و مخالفین به صراحت میگویند که ما اهل ایمان نیستیم، ایمان نمی آوریم مگر با فلان شرط خاص. مثلا این آیه خودش دلیل بر این هست که درخواست کنندگان معجزه صداقت نداشتند، نمیخواستند کشف حقیقت بکنند. و با توجه به اینکه معجزه امر استثنایی است، نمیتواند چیز به عنوان وسیله سرگرمی و مثل اسباب بازی بچه ها باشد. خدای سبحان این کار استثنایی را در موارد خاص
و برای کسانی که واقعا اهل رسیدن به حقیقت باشند، اون هم در شرایط خاص به دست انبیای خود صادر میکند. معجزه و اعجاز امر استثنایی است. اصولا اگر ما در تاریخ انبیا دقت بکنیم، کسانی که اهل این چیزها بودن هی درخواست معجزه میکردن، کمتر ایمان میآوردن. انسانهای پاک فطرت و صاف دل، اونهایی که با دقت در تعالیم انبیا، با رفتار انبیا، با سابقه انبیا، با کمترین دقت یقین میکردن که این شخص اهل حقیقت هست. اما کسانی که هی درخواست معجزه میکردن، هی بهانه میآوردن، معمولا این انسانها در مکتب انبیا توفیق تشرف و تلمذ را نداشتن. آخرین نکته ای که اینجا به محضر شما عزیزان مطرح میکنم در این حوزه، این نکته هست که بر فرض معجزه یک واقعیت هست و پیغمبران هم اهل اعجاز بودن، از کجا ما و شما بتوانیم از اعجاز پیغمبر پی به صدق پیغمبر ببریم؟ نهایت این هست که این شخص در ارتباط با عالم غیب هست. اما اگر معجزه آورد، از کجا بفهمیم که واقعا او فرستاده و پیغمبر خدا هست؟ پاسخ این سوال با توجه به مباحثی که در توحید مطرح شد، در عرصه مباحث مربوط به خدای سبحان، به نظر می رسد که روشن هست. اولا ثابت شد که خدای سبحان حکیم هست. ثانیا فرد حکیم نقض غرض نمی کند. و ثالثا هدایت انسانها و مردم غرض خدای سبحان هست. خدا می خواهد که انسانها هدایت شود و به راه راست بیایند و به کمال مطلوب خود برسند. چهارمین مقدمه، با توجه به این مقدمات، اگر خدای سبحان معجزه را در اختیار فرد دروغگو قرار بدهد، در اختیار فرد قرار بدهد که از طرف خودش معزون نیست و انسانها در دام او گرفتار بشود، نتیجه این می شود که پس خود خدا نقض غرض کرده است و خدا کاری کرده است که انسانها گمراه بشوند و به سرمنزل مقصود نرسند، در حالی که خدای سبحان ساحت او، صفات قدسی او منزه از این پیامد هست. خدای سبحان سننش، مقتضای صفاتش، تدبیرش بر اساس هدایت و تکامل انسان هاست. البته هدایت و تکامل که نتیجهش جبر نشود. خدای سبحان اصل را بر این گذاشته است که انسانها با اختیار خود کوشش بکنند که به سرمنزل مقصود برسند، تربیت بشوند، به هدایت برسند و سرانجامش به سعادت ابدی، یعنی بهشت خدای سبحان، نائل آیند. بنابراین اصل اولی این هست که خدای سبحان هدایت انسانها را میخواد و اگر معجزه را با این اهمیت، با این تأثیر شگرف در اختیار انسانهای بپروا و گمراه قرار بدهد، قطعا پیامدهای برای بشریت دارد که با حکمت و لطف خدای سبحان در تضاد خواهد بود. امیدوارم که راه های اثبات نبوت را تا اینجا به محضر شما توانسته باشیم خوب ارائه بکنیم. اولین راه عبارت بود از جمع قرائن، دومین راه عبارت بود از اعجاز، و سومین راهی که میتوان برای مدعی نبوت مطرح کرد عبارت است از معرفی پیامبر پیشین. انشاءالله در درسهای آینده ببینیم که از کدام یک این راه ها میتوان نبوت پیغمبر ما را به اثبات رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار واستخف يمين بك يا لكمك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين.